سلام و صبح بخیر خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیونی یک، امید که جور و صحتمند باشید. باز هم خوشحال هستم که در خدمت شما قرار گرفتم در آخر هفته است. امیدوار است که یک هفته خوب خوش را سپری کرده باشین. امروز در برنامه جناب آقای امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون ملی موتای افغانستان را از ماکاوی چین روی خط اسکایپ داریم. قرار است در رابطه با مسابقاتی که ورزشکاران تیم ملی مویتای در مسابقات آسیایی اشتراک کرده بیشتر جزئیات با آقای امیر حسین حسینی از اونجا با شما داشته باشیم. جناب حسینی صاحب سلام، صبح زیبایتان بخیر. سلام به شما و همه بینندگان محترم، صبح همه شما بخیر. سلامت باشین و میشه در ابتدا در رابطه با وضعیت تیم ملی بگوین و چه وقت مسابقات شروع میشه و در کل چند کشور تا کنون در اونجا اشتراک کردن؟ بله، مسابقات قهرمانی آسیایی مویتای با حضور 32 کشور در ماکاو برگزار میشه. در این مسابقات از افغانستان 11 ورزشکار، 2 داور و 2 مربی حضور دارند. دیروز قرعه کشی انجام شده و امروز 5 تن از مبارزان ما به مساف حریفان خود میرن. در این 5 نفر در وزن منفی 54 کیلوگرم عبدالله امیری در مقابل چین مسابقه میکنه. احمد حسینزاده در وزن منفی 57 با فیلیپین. در منفی 63.5 محمد یوسف جهانگیر با فیلیپین. در منفی 48 احمدالله نظری با هنگ کنگ. و منفی 67 مرتضای شمال با فیلیپین امروز مسابقه میکنه. جناب رئیس صاحب، به قسمی که شما جدول به ما گفتین و چطور از شانس ورزشکارای افغانستان در قرعه، آیا شما راضی هستین یا خیر؟ و قسمی که شما گفتین بیشتر کشورهای قدرتمند در موتای در آسیا هستند و شما چگونه ارزیابی میکنین؟ خب این که کسی از قرعه راضی باشه یا نباشه به نظر این جایی نداره. هر سه کشور چین، فیلیپین و هنگ کنگ که امروز ورزشکاران افغانستان به مساف اونها میرند از بهترین های آسیا و جهان هستند، اما ورزشکاران مویتای هم در سطح افغانستان برای انتخابی رقابت های زیادی را پشت سر گذارندند و یک گردوی 45 روزه بسیار فشرده را پشت سر گذارندند. از آمادگی فیزیکی، فنی و روحی بسیار خوبی برخوردار هستند و ما منتظر هستم که مبارزات بسیار سخت، جدی و جذابی خواهیم داشت. خب جناب رئیس صاحب، بارها ورزشکارای افغانستان و ملی پوشای مویتای ثابت کردند که از مسابقات جهانی آسیایی اینا میتونند که مدال کسب کنند و خودتان در بیشترین سفرها حضور نداشتند، اما میشه دلیل این بار که شما رفتن چی بود؟ سطح مسابقات بالا بوده یا ای که کدام کار دیگه داشتین؟ فدراسیون مویتای که در تمام مسابقاتی که شرکت میکنه مسابقاتی است که در سطح بالاترین سطح آسیا و جهان برگزار میشه شرکت میکنه و تا بال ما در مسابقات منطقه‌ای بین کشورهای همسایه و چند کشور شرکت نکردیم. در این سفر چون جنرال اسمبله و جلسه عمومی آسیایی برگزار میشه، رهبری سازمان جهانی مویتای اصرار داشت که من هم در این سفر حتما تیم همراهی بکنم و برای 4 سال دیگه برنامه های مویتای آسیا و جهان مشخص میشه، روی از دو صحبت میشه. به همین خاطر هم افتخار زیر دارم که تیم ملی مویتای افغانستان در این سفر همراهی میکنم. جناب رئیس صاحب، خب بارها ما با ورزشکارا البته سایر رشته ها که صحبت کردیم، متاسفانه حتی تا یک روز دور از پیش از سفرم مشخص نیست که سفر اینا میشن نمیشن. خب از 40-45 روز شما گفتین به این طرف تیم ملی موتای افغانستان تمرین داشتن، آیا اینا با انگیزه سفر تمرین میکردن یا هنوز طور مشخص نبود که سفر اینا شون نشون؟ خب برای حادثه در ورزش افغانستان رخ داده. این مشکلاتی که شما از او یاد کردین مشکلاتی است که برای تمام رشته‌های ورزشی وجود داره متاسفانه، یعنی در گذشته وجود داشته. در این سفر هم ما مثل سفرهای قبلی اینطور اطمینان کاملی را نداشتیم، یعنی ما تیکت نداشتیم تا 3-4 روز قبل از مسابقات، اما بچه های ما بسیار با روحیه خوب و انگیزه خوب ورزش کردن و الحمدلله اینجا هم عالی هستیم و آماده هستیم تا با 32 کشور دیگه آسیایی که بهترین های آسیا و جهان هستند رقابت کنیم.
خب رئیس صاحب، تقریبا شما یک تیم نسبتا کامل به سفر اعزام شدین، فکر کنم 11 ورزشکار هستن، و بخت مدال کدام ورزشکارهایتان است که روی از اون شما بیشتر حساب میکنین؟ خب یوسف جهانگیر هم هستن، شجاع جمال هم هستن، سهراب سلشور هستن، امیری هستن. خب ارزیابی خودتان چی است این مسابقات؟ مسابقات هم سطحش بدون شک بسیار بالاست. در این مسابقات هر مسابقاتش در واقع فینال حساب میشه. ما در این مسابقات در این 5 بازی که امروز داریم، اگر بتانیم که خیلی امیدوار هستم اینطور شوه، حریفای خود بچه های ما شکست بدن و دوری بعدی میرن، در بعضی وضعها ما مدال انشالله میتانیم بگیریم، ولی هیچ قابل پیشبینی نیست، به خاطری که تمامی کسایی که امروز ما میبینیم چهره هایی هستن که حداقل در 4-5 سال گذشته در مسابقات جهانی و آسیایی هایی که گذشته بوده حضور داشتن، همه خیلی با تجربه هستن. تیم های بسیار بزرگتر از تیم افغانستان در این مسابقات حضور داره. تیم هنگ کنگ یک تیم بسیار بزرگ است، تقریبا 2 برابر ما. تیم تایلند، تیم قزاقستان، تیم ماکائو که میزبان است و احمد شجاع جمال شما یاد کردین در روزهای آینده با ماکائو مسابقه خواهد کرد، و فیلیپین یکی از بهترین هاست در این وزن ها و با یک تیم بسیار بزرگ در این مسابقات حضور داره. جناب رئیس صاحب، خودتان همونجا هستن، میشه از روحیه ورزشکارا بگین چطور است روحیه ورزشکارای ما؟ قرار است تا ساعت دیگر خودتان گفتن که به مسابقه برن. روحیه ورزشکارا خیلی خوب است و همه امید ایره دارن که حتما مدال میارن، و من مطمئنان میتونم به ملت بزرگ افغانستان از طریق برنامه شما که بسیار خوب مبارزه خواهند کرد و نمایندگی شایسته ای از افغانستان خواهند کرد. خب در رابطه با بانوان جناب رئیس صاحب و 2 میلی پشتان در این مسابقات، فکر کنم که حفیظه بهمنی و همچنان فرشته تجربه اولشان است که در همچنان رویداد اشتراک میکنند. آیا به نظر شما اونا هم میدرخشند یا خیر؟ خب پیش از این هم زهرا رضایی بود که از مسابقات جهانی اینا مدال داشتند. آیا اینا میتونند همون جایگاه و مدال زهرا رضایی را اینا حفظ کنند؟ دستاوردها شخصی است. بله خوب یاد کردین، حفیظه بهمنی، شبنم حسنزاده و فرشته 3 ورزشکار ملی پوش بانوی افغانستان است که در این مسابقات حضور دارند. شبنم، فرشته هر دو قرعه‌ای بسیار مشکل دارند. در بازی اول خود با قهرمان‌های جهان از تایلند رقابت خواهند کرد در روزهای آینده، و حفیظه بهمنی با هند رقابت خواهد کرد. ولی درست است که تجربه اولیشان است، اما آمادگی خوبی دارند، روحیه خوبی دارند. حفیظه بهمنی پرچمدار تیم ملی موتای افغانستان در افتتاحیه بود و من مطمئن هستم که مسابقات خوبی خواهند داشت. جناب رئیس صاحب، دو داور اشاره کردن که در این مسابقات هم اونا حضور دارن. حضور داوران چقدر میتونه نقش موثر در راستای کسب مدال داشته باشه؟ حضور داور برای کسب مدال نقش نداره، چون همه داوران طبعا روی قوانین و مقررات اونا رای میتن. سازمان جهانی موتای از نظر داوری و فنی در سطح بسیار خوبی است. ما تا به حال هیچگونه مشکلی در این سالها از این نظر نداشتیم. اشتباه ضریبش خیلی خیلی کم است. و این دو داور ما، یک داور ما استاد علیظفر عاطفی از داورای بین المللی با سابقه است که به دعوت سازمان جهانی موتای در این مسابقات شرکت داره و با هزینه وا شرکت داره، و یک داور ما استاد وحیدالله علیزاده است که از داورای خوب ملی ما بوده، در اینجا هم یک دوره داوری را شرکت کرده، امیال دوره داوری در سالن دیگه جریان داره و داوری خواهد کرد. اینها در واقع الزامی است، یعنی هر کشوری که 6 ورزشکار داره حتما باید یک داور هم همراه خود داشته باشد تا از نظر فنی به برگزاری مسابقات کمک بکنه، و حضور داوران هم یک تنوع متناسب با کشورها را داشته باشد. جدای از او جایگاه او فدراسیون نشان میده. فدراسیون ملی موتای افغانستان افتخار عزیز داره که 14 داور بین المللی تقدیم جامعه ورزشی کرده و از میان اونها 2 نفر از بانوان هستند. جناب بسیار زیاد تشکر جناب رئیس صاحب از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، و فکر کنم اونجا چاشتم هستک و مزایم اوقاتتان شدن، و امیدوار هستم که در برنامه های بعدی با خبرهای خوش شما را داشته باشم، و آرزوی موفقیت به شما و به تمام ملی پوشان مویتای میکنم.
ما تشکر میکنم از شما که این فرصت در اختیار ما ماندین که افتخار حضور در برنامه شما و در خانه های بیننده های شما رو داشته باشیم. از شما، از ریاست عمومی تربیت بدنی تشکر میکنیم. برای همه ما، من و اعضای تیم ما افتخار بسیار بزرگی است که به نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان در این رویداد شکوهمند حضور داریم. سلامت باشین و از طرف ما سلام هم به ملی پوشای مویتای افغانستان برسانین. حتما. خب دوستا، جناب آقای امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون ملی مویتای افغانستان را در برنامه با خود داشتیم. از حضور خوب ملی پوشای مویتای گفتن و ما هم امیدوار هستیم که ملی پوشای مویتای گرچه که بارها توانستن پرچم افغانستان در میادین جهانی و آسیایی به اعتزاز بیارن و این بار هم با خبرهای خوش اونا را از ماکاوی چین داشته باشیم. خب داشته های امروز ما همینجا به پایان میرسه دوستا. امید که لذت برده باشین و تشکر از اینکه تا این دم با ما بودید. یک وقفه کوتاه میگیریم، در ادامه با گلبانگ باشید.